danayı Brüksel aşılı futbol. Yani her şeyde böyle bir ümitim çıkmadırsa aşılı futbol. بازی که میکردیم چشمم به یک بچه لاغر و سیاه چرده خورد. گفتم که اسیا لنتیکا ایساب، یعنی این جوان چهره سیاه این کجا بود؟ بچه کجاست؟ گفتم پسر پایگلان. چون هم شخصم بود، هم با گام های خیلی بلندی میدوید. ما همیشه از سیروسی خاطره خیلی زیبایی داشتیم، یه لبخند خیلی ملایمی داشتیم که تحویل آدم میداد. شما ندیدیم با سیروس وقتی صحبت میکردی همیشه لبخند تو لباش بود. اصلا دوست داشتنی بود، اصلا تو خیابون راه میرفت تو راه رفتنش میدیدی، یه جور این راه میرفت که آقا اصلا تو نگاه نکنی این کاپیتان تیم ملیه. اصلا یه دندونای سیروس لغرام داشت، وای خدا دندون اونو من فکر میکنم تو ایران کسی داشته باشه. لبخندش ببینید دیگه، لبخند سیراغلن ببینید بگید آقا لبخندش بقید نگاه کن. سیروس هم یه بازیکن استثنایی بود، تکنیکش استثنایی بود، بازیکن بسیار خوبی بود. یه بازیکنی بود که شاید هر 10 سال 15 سال یه رو نظیم بازیکن متولد بشه. به این خوشفکری و به این درایت به عنوان کاپیتان که در تیم داشته واقعا همون رو جمع جور میکرد. از صبح تا عصر اگه با ایشون بودی هیچ وقت خسته نمیشد، از صحبتاش خسته نمیشدی، از حرکاتش خسته نمیشدی. آدمی نبود که کسی را از خودش برنجونه. سیروز چهرهش همیشه خنده بود، یعنی ما تو هر شرایطی اینو میدیم خنده داشت. این سیروز هیچ وقت من اخو نیدم مثلا اخ کنه یا مثلا به یه چیزی پشر بشه، همش خنده بود. یعنی سعی میکرد شوخی کنه، اون محیط مثلا یه جوری شاد کنه. من گاهی اوقات میدیدم مثلا سیروز با دو سه نفر داره حرکت میکنه، اون دو سه نفری که در کنارش بودن تکبر اونا به مناطق خیلی بیشتر از سیروس بود، که سیروس مثلا با اونا میگفت میخندید ولی اونا خیلی همچین محکم در کنار سیروس وایستاده بودن. خب بله، در کنار یه همچین آدمی آدم احساس غرور میکنه. سیروس قایران از اون مربی ها، از اون بازیکن ها عکاسی نمیکرد، از مردم عکاسی نمیکرد، دستش جلوی مردم دراز نمیکرد. باید دستش میگرفتم در عالم ورزش، باید اون بالاترین نفری که تو شهر بود باید همون رو میومدن دستش میگرفتم، باید اینو حرکت میدادن، نمیذاشتن که سیروس قایران او افتخار انزلی بره تو بندر عباس. سیروس اون زمانی که یه فوتبالشو گذاشت کنن بعضی ها بودن که تردش کردن، از این شهر باعث شده که از این شهر بره. چرا باید یه همچین اتفاقاتی بیافته؟ چرا ما اونایی را که داریم قدرشون نمیدونیم؟ بعد یه اتفاقی میافته، میان برای سالگرد میگیم تا سر دست میشکنیم، اشک تمثال میدیزیم واسه شون، همچین که از ما جدا میشن، از دستمون میرن، میگیم که آقا ای کاش بود، ولی هست قدرشون نمیدونیم.